عشق دروغین قسمت سوم. آن روز شاهین ساعتی کنار من نشست و سوال کرد چیزی میخواهی برایت بیاورم؟ گفتم نه. پرستار بچه را آورد و به دستش داد. او نگاهی به صورت بچه انداخت و او را کنار من گذاشت. من گفتم اسمش امید است. گفت باشد. خانم همسایه کاملا متوجه سردی او شد ولی حرفی نزد. گفتم این خانوم از دیشب تا حالا با من بودند و خسته شده اند. ایشان را به منزلشان برسان. و شاهین رو به خانوم کرد و گفت در خدمتتان هستم. حتی یک تشکر هم از او نکرد. آنها رفتند. پرستار میخواست پسرم را به اتاق نوزادان ببرد. من اجازه ندادم و با وجودی که سزارین شده بودم و درد زیادی داشتم گفتم بگذارید کنارم باشد، باهاش حرف دارم. وقتی با امید تنها شدم صورت برگ گلش را بوسیدم و گفتم پسرم امیدم، من با تو خیلی حرف ها دارم. تو همه کس من هستی. وجود عزیز تو مرا از تنهایی و بی کسی نجات داد. از این به بعد ما با هم خواهیم بود و پدر مشکلات را در خواهیم آورد. پرستار برای تزریق مسکن آمد. ازش خواهش کردم تخت امیدم را بیاورد توی اتاق خودم و او گفت هنوز نمی توانید از جایتان بلند شوید و به بچه برسید. اجازه بدهید بچه اتاق بچه ها باشد تا حال شما بهتر شود. پرستار اتاق نوزادان خوب ازش مراقبت می کند. نترسید، کسی از شما او را نمی گیرد. همیشه مال شماست. و به خنده گفت تا زن بگیرد مال شماست. گفتم امیدوارم آن روز را ببینم. امیدم را برد و باز من تنها شدم. دلم میخواست در رویاهایم با امید تنها شوم و برای آینده ما نقشه ها بکشم که مسکن دردم را تسکین داد و به خواب عمیقی فرو رفتم. نمیدانم چند ساعت خوابیدم که با سر و صدای کسانی که در بیمارستان غذای مریضان را میدادند بیدار شدم. یک سینی هم به عنوان نهار روی میز تخت من گذاشتند. پرستار آمد و گفت میخواهید بنشینید تا نهار میل کنید؟ گفتم اشتها ندارم. گفت خب دلیلش این است که سرم دارید، ولی یک کمی سوپ بخورید. قسمت بالای تختم را بالا کشید و یک کاسه سوپ به دستم داد. بعد از نهار پرسیدم بچه‌ام را نمی آورید؟ پرستار گفت یک ساعت استراحت کنید، پسرتان را می آورم. و من دوباره دراز کشیدم. از خدا خواستم که زودتر حالم خوب شود و به خانه بروم تا بچه‌ام دائم کنارم باشد. دلم نمی‌خواست لحظه ای از او دور شوم. بالاخره امیدم را آوردند و در آغوشم گذاشتند. پرستار گفت می‌توانی بنشینی و به او شیر بدهی؟ گفتم تمام سعیم را می‌کنم. پشت تخت را بالا کرد و کم کم کمکم کرد که به پسرم شیر بدهم. او مثل اینکه بارها شیر خورده بود خیلی راحت شروع به مکیدن سینه من کرد و پس از یک دقیقه خسته شد. کمی استراحت کرد و دوباره پرستار گفت دیگر کافی است، پسرت شکموست و نباید زیاد شیر بخورد، دلش درد میگیرد. گفتم باشد، اما بگذارید در بغلم بخوابد. امیدم پس از اینکه چند بار سعی کرد چشمانش را باز کند خوابش برد و پرستار او را به اتاق نوزادان برد. آن روز من به این ترتیب گذشت و روز دوم را با دیدن چهره زیبای امیدم شروع کردم. حالم خیلی بهتر بود، درد کم شده بود و توانستم تقریبا به راحتی او را شیر بدهم و چشمان قشنگش را به من خیره کرد ببینم و حسابی قربان صدقه اش می رفتم. آن روز صبح امید حدود یک ساعت کنارم بود. من که کسی را نداشتم که به ملاقاتم بیاید، اما فکرش را هم نمی کردم.
البته آرزو داشتم در چنین ساعتی پدر و مادرم کنارم بودند و امیدم را می دیدند، ولی بس آرزوی غیر ممکنی. حدود ساعت 11 بود که در اتاقم باز شد و ابتدا دکتر سپس شاهین وارد شدند و دکتر فهمید شاهین پدر بچه است. گفت در حق این خانم کوتاهی شده و داشت از بین می رفت. خانم باردار باید در طول بارداریش چند بار دکترش را ببیند و با وضعیتش آشنا شود. به هر حال ما سعی خودمان را کردیم و به خیر گذشت، اما اینقدر بیمسئولیت نباشید آقا. و از اتاق بیرون رفت. شاهین، همان شاهینی که وقتی من در خانه پدرم بودم خانه ما را گل باران کرده بود، حتی یک شاخه گل برای من و پسرم نیاورد و یک احوال پرسی مختصر از من کرد و رفت. در دلم گفتم اگر اصلا نمی آمدی کمتر اذیت می شدم. عصر آن روز خانم همسایه به دیدنم آمد. او مثل یک مادر مهربان بود. او برایم گل و شیرینی آورد، صورتم را بوسید و از پرستار خواست که امیدم را ببیند. وقتی امید را به دست او دادند، یک انعام خوبی به پرستار داد. گفتم شما کجا بودید؟ من آن همه تنهایی کشیدم و هیچ وقت شما را ندیدم. گفت پنجره اتاق ما روبروی پنجره اتاق شماست. من شما را می دیدم. تنهاییت را حس می کردم، ولی فکر می کردم اگر بیایم به خانه‌ات شاید خودت یا شوهرت خوشتان نیاید. به هر حال دخترم، این امید خان ما را به هم نزدیک کرد. بچه اولت است. اگر مشکلی داشتی به من بگو. از همان پنجره اتاقت مرا صدا کنی می آیم پیشت و کمکت می کنم. اسم من توباست. فقط صدایم کن، کارت نباشد. من خودم را می رسانم. از او تشکر کردم و گفتم شما را خدا فرستاده. من مادر ندارم و هیچ کار هم بلد نیستم. تا به حال بچه داری نکردم. او باز هم دلداریم داد و گفت نگران نباش، من هستم. امید را با هم بزرگ می کنیم. 5 روز در بیمارستان بستری بودم و توبا خانوم 3 بار به دیدنم آمد و شاهین هم 3 بار. و روز 5 که آمد مثل طلبکاران گفت تا کی میخوای اینجا بخوابی؟ گفتم از دکتر بپرس و دکتر به او گفت که فردا میتواند به خانه برود. خوشحال شدم. از محیط بیمارستان خسته شده بودم. از طرفی میخواستم بچه هم دائم در کنارم باشد و سرانجام روز 6 با کمک توبا خانوم که لباس بچه را تهیه کرده و توسط شاهین فرستاده بود به خانه رفتم. امیدم را به سینه‌ام می‌فشردم و لبخند از لبم دور نمی‌شد. وقتی به خانه رسیدم توبا خانوم منتظرم بود. به محض اینکه وارد خانه شدم او نیز آمد و برایم یک کاسه سوپ و یک ظرف بزرگ پلو و قرمه سبزی آورد. وای خدای من، این خانوم چقدر مهربان است. امید را از دست من گرفت و پوشکش را عوض کرد و به من یاد داد چگونه لباس او را عوض کنم و چطور او را بشویم. توبا خانوم 3 دست لباس نوزادی برای امیدم خریده بود و به عنوان کادو به من داد، در حالی که خودم فقط لباس‌های زیبا و برای سن 6 به بالا خریده بودم و نمی‌دانستم که نوزاد لباسش فرق می‌کند. اصلاً نمی‌دانستم که نوزاد اینقدر کوچولوست. ساعتی چند بار از توبا خانم تشکر می‌کردم و می‌گفتم شما جان من و امیدم را خریدید. او به مدت 2-3 برای من و واقعا نقش مادری را بازی می کرد و محبت‌های او را هرگز فراموش نمی کنم و یادش همیشه برای من محترم است. وقتی امیدم خیلی کوچولو بود شبها نمی خوابید و گریه می کرد و شاهین مرتبا غر می زد و گاهی وقتها دشنام می داد، ولی
وقتی او را بغل می کردم ساکت می شد. به همین جهت کم کم برای خودم توی اتاق امید جایی درست کردم. یک پتو زیرم پهن کردم و یک پتو هم رویم می انداختم. با یک بالش کوچولو و شبها پایین تخت پسرم می خوابیدم و او دیگر با آرامش می خوابید. یک روز به تو با خانم گفتم من در خانه پدرم یک تار داشتم. نتوانستم آن را با خودم بیاورم. خیلی دلم برای تار زدن تنگ شده بود. با تمام وجودم دوست داشتم برای پسرم تار بزنم. هنوز امید یک ماهش نشده بود که یک روز صبح که بیدار شد و به او شیر دادم، همانطور که مرا نگاه میکرد یک لبخند شیرین به من زد. وای که چه لبخندی بود. در دلم غوغا به پا شد. صد بار بوسیدمش و قربان صدقه‌اش رفتم. لبخند شیرین او زندگی مرا شیرین کرد. دو روز بعد توبا خانوم آمد با یک تار بسیار قدیمی. پریدم تار را از دستش گرفتم و شروع به نواختن کردم. پرسیدم شما هم تار میزنید؟ گفت نه عزیزم، همسرم میزند و او دو تا تار دارد. وقتی فهمید تو هم نوازنده تار هستی، گفت تار قدیمی مرا برای او ببر. دیگر دلتنگ نبودم. از طرفی وجود امیدم مرا دلخوش کرده بود و از طرف دیگر نوای تارم. شاهین نه خودش برایم اهمیت داشت نه غرغرهایش. امیدم 4 ماهه شده بود. قبلا برایش کالسکه خریده بودم. او را در کالسکه می گذاشتم و به خیابان می بردم و وقتی که می خواستم او را بخوابانم برایش تار می زدم. طوری عادت کرده بود که اگر صدای تار را نمی شنید نمی خوابید و من این عادتش را خیلی دوست داشتم. به زندگی با پسرم عادت کرده بودم. شاهین برای خودش زندگی می کرد. معلوم نبود شغلش چیست، کی می آید و کی می رود. گاهی صدای قهقاه خندهش از طبقه پایین می آمد و گاهگاهی پول روی میز آشپزخانه می گذاشت. من هم برایش نهار و شام می گذاشتم. امید خیلی شیرین شده بود و با کوچکترین حرکتی که جلویش می کردم با صدای بلند می خندید. چند بار او را جلوی شاهین بردم و کاری کردم که بخندد، ولی شاهین هیچ عکس العملی نشان نمی داد. یک بار که امید دستانش را به طرف شاهین بلند کرد و نشان داد که می خواهد بغل او برود، شاهین 1 دقیقه او را بغل کرد و سپس به من برگرداند. چه آدم بی‌لیاقتی! بچه به این زیبایی و شیرینی که بچه خودش است را تحویل نمی گیرد. اصلا او آدم است؟ او از زندگی چه می فهمد؟ ای کاش با خواهران و برادرانم رفته بودم و خودم را گرفتار چنین هیولایی نمی کردم. بعضی وقتها امید را جلوی پنجره می بردم و توبا خانم از آن طرف صدایش می کرد و او برایش دست و پا می زد. گاهی وقتی که سر شاهین را دور می دیدم، امید را بر می داشتم و می رفتم خانه توبا خانم. او و همسرش هر دو مهربان بودند. امید را خیلی دوست داشتند. بعضی وقتها همسر توبا خانم که ما به او عمو علی می گفتیم برای امیدم اسباب بازی می خرید. امید به توبا خانم و عمو علی خیلی علاقه داشت و خیلی طرف آنها می رفت. کم کم احساس کردم حالم دگرگون شده و سلامت نیستم. به توبا خانم گفتم. گفت دخترم نکند حامله باشی؟ وای، قلبم فرو ریخت. برای من فقط امیدم کافی است و به توصیه توبا خانم رفتم و آزمایش دادم. نتیجه بارداری بود. به گریه افتادم. خدایا، من به تنهایی چطور دو بچه را بزرگ کنم؟ نه، اینکه زندگی نمی شود. باید یک فکری به حال خودم و پسرم بکنم. توبا خانم دلداریم می داد و می گفت من تا زنده هستم کمکت می کنم. نگران نباش. رغبت نمی کردم به شاهین بگم که چه اتفاقی افتاده. زندگی برایم جهنم شده بود. داشتم فکر می کردم که چطور و چه کار کنم که از این زندگی نحس نجات پیدا کنم.
و حالا که بچه ها دارند دوتا می شوند دیگر کار سخت می شد. دیگر صدای تارم بسیار غمگین شده بود و حرف دلم را می زد. پسرم روز به روز بزرگتر می شد و من که همیشه با او شاد بودم، باهاش بازی می کردم، می رقصیدم، می خندیدم، مانده بودم سرگردان و بیشتر ساکت بودم. یک روز سرد زمستانی که امید را به خانه توبا خانوم برده و به دست او سپرده بودم، برای خرید رفتم. یک آگهی پشت شیشه یک آژانس مسکن دیدم که نوشته بود آگهی استخدام. یک نفر سرایدار استخدام می‌کنیم با ضامن معتبر، و تلفن و آدرس هم نوشته بود. آدرس را یادداشت کردم و خرید کردم و به خانه برگشتم. وقتی می‌خواستم بروم به خانه توبا خانوم که امید را بگیرم، پایم سر خورد و از پله‌ها به زمین پرت شدم. درد بسیار شدیدی در پاهایم و دستهایم احساس کردم، به طوری که چند نفری که در طبقه پایین بودند بیرون آمدند و سعی کردند به من کمک کنند و خانم مسنی که آنجا بود و ظاهراً خدمتکار آن طبقه بود به من کمک کرد و مرا به داخل خانه پایینی بردند. و خانم بعد از اینکه خوب دست ها و پاهای مرا دست مالید گفت: چیزی نیست، شکستگی نداری. برخواستم و با هر زحمتی بود دوباره به خانه برگشتم و با تلفن توبا خانم را در جریان وضعیتم قرار دادم. چند دقیقه بعد توبا خانم امید را به خانه آورد و شروع به دوا و درمان من کرد. با روغنهایی که برای ضرب خوردن و این قبیل کارها استفاده می کنند، ولی من همچنان از کمر درد و پا درد فریاد می زدم. او گفت باید شوهرت را در جریان بگذاریم. اما چند دقیقه بعد شاهین خودش به خانه آمد و توبا خانوم داستان زمین خوردن مرا به او گفت و او مانند یک تکه یخ بدون نشان دادن عکس العملی گوش کرد و رفت به آشپزخانه که چیزی بخورد. توبا خانوم با حالت تعجب به من نگاه کرد و گفت: دختر، تو بچه میخواستی چه کنی که همزمان با درد وحشتناکی که میکشیدم بچه هم سخت شد؟ و توبا خانوم که به شاهین بی تفاوت اصرار میکرد مرا به بیمارستان ببرد، سکوت کرد و گفت: کمی صبر میکنیم ببینیم چه میشود. یک دمنوش درست کرد و به من داد و متفکر کنارم نشست. دردم کمی آرام گرفته بود. امیدم گریه می کرد و مرا می خواست که در آغوشش بگیرم. شاهین شکمش را سیر کرد و در را به هم کوبید و رفت. و توبا خانم گفت: دختر جون، این مرد برای تو شوهر نمی شود. گفتم: اگر روزی من از این خانه فرار کردم تعجب نکنید. و او گفت: بهت حق می دهم. دو سه روز در خانه استراحت کردم و توبا خانوم خیلی برای نگهداری امید به من کمک کرد. با وجودی که شاهین به او روی خوشنشان نمی داد، او به روی خودش نمی آورد و می گفت: تا تو خوب نشوی من اینجا می آیم و به تو رسیدگی می کنم. وقتی حالم بهتر شد و توانستم راه بروم، اول به آزمایشگاه رفتم و آزمایش دادم و از نتیجه آزمایشم که فردای آن روز گرفتم بی نهایت خوشحال شدم. من دیگر باردار نبودم. به راستی این روزگار با انسان چه می کند؟ نمی دانم. شاید باید بگویم انسان با روزگارش چه می کند. برای بچه اولم که باردار شدم، از خوشحالی روی پای خودم بند نبودم و برای بچه دومم قصه می خوردم که چرا باردار شدم. خب، این سربالایی و سرازیری زندگی است. طفلک بچه دومم. دوست داشتم که به دنیا بیاید با همان شوق و ذوق فرزند اولم و اسمش را آرزو بگذارم. ولی بچه پدر می‌خواهد. بچه صاحب می‌خواهد. بچه توانایی جسمی و مالی می‌خواهد. من این چیزها را نمی‌دانستم.
چون خودم مهر مادر و پدر را دیده بودم و از نظر مالی در حدی بودم که فقر و نداری برایم معنی و مفهومی نداشت. پایان قسمت سوم.